Lights off, please. Okay.
بالا پایین میشه، به این فکر میکنیم که شاید بخواییم مریض رو همین الان اینجوری بکنیم. آلامساید دیگه که هستش رترکشن بین دنده ها هستش. ببینید توی هر نفس بین دنده هاش داره داخل میره و بیرون میاد عضلات و این باز هم خودش یکی از نشونه های دیسترس تنفسیه. نگاه کنید اینم تنفس شکمی رو تقریبا داره، یعنی با وجوده که معمولا وقتی مریض رترکشن داره معمولا تنفس شکمی هم همراهش داره، یعنی داره از همه نیروش استفاده میکنه. و رترکشن و سوپراسترنال، رترکشن و سوپراسترنال هم ببینید بچه این نقطه مست من میبینید، این نقطه داخل میره با هر تنفسی که مریض داره انجام. بعد از این میرسیم به تنفس گسی، یک علامت دیگه ای هستش از دیسترس تنفسی. اگه پس بیاد این فیلمای درشتی رو نگاه کنه، توی این فیلم ها توی خونه تاریک نموشونیه، بعد مثلا آینه میگیرن دهنش ببینن هنوز نفس میکشه یا برد و اینا، یه اصطلاحی که خیلی به کار میبرن میگن چونش افتاده. یعنی قدیمی ها میدونستن که چونه مریض اگه تغییر میکنه یعنی این دیگه داره میمیره. این چونش افتاده همین تنفس گسپی میهست که من الان نشون شما میدم. نگاه بکنید بهش، یه تنفس نامنظمه. وقتی داره نفس میکشه ببین شونش چه شکلی داره باز میشه، تنفسیه که خیلی خیلی عمیق هستش و معمولا وقتی تنفس پیاز میشه یعنی بیمار تو دیگه داره عرست میکنه، داره ایست تنفس میکنه. ما وقتی تنفس گس این رو میبینیم اگر که بیمارمون پروگنوزی داشته باشه معمولا این علامت مساویه باید که ما بریم سراغ اینتوبیشن، مگر اینکه فکر کنیم یه عاملی داره همین الان برطرف کنیم، مگر مثلا چه میدونم یه چیز تو گلوش میکرده باشه سریع خارج کنیم. اگر این تنفس گسپی معمولا نشون دهنده که مریض اینجوبه خواهد شد. بزنید
تمام ببعض انه التكرار كل اللي فيه متوجينا شوية. زیاد شده، یعنی زمانی که انگشت رو به هم چسبونده
بیشتر جدی میگیرید مریض که اسکولیوز داره. خب چیز دیگه ای که هستش در مورد ریتم تنفس هستش. ریتم زیادی برای تنفس وجود داره و چند تاش هستش که خیلی برای ما مهمه. یکی از ریتمایی که مهم هست همون تنفس وسطی هستش، یعنی واقعا ردیف دوم دوم. ببینید که تنفس شینستون یعنی چی؟ یعنی مریض نفساش که آروم میشه، به آروم میشه، به آروم میشه تا یه عقده پیدا میکنه، قطع تنفس میشه یه لحظه، بعد یه هایی بدن متوجه میشه که نفس قطع شد، یه نفس عمیق میکشه، دوباره شروع میکنه آروم آروم تا عقده. عقده شد، دوباره یه تنفس عمیق، دوباره هی آروم آروم به عقده میرسه. این تنفس شینستون تنفس مهمیه، نشون میده در واقع در سطح مدولا کنترل تنفس این بیمار مشکل داره. ممکنه مریض یه هارت فیلر پیشرفته داشته باشه. تو هارت فیلرهای پیشرفته شما تنفس شینستون رو میبینید. مدل دیگه ای از تنفس که خیلی خیلی برای ما مهم هستش، این تنفسی هستش که اینجا براتون گذاشتم، هایپرکلر، هایپرونتیلیشن. یه مریض بیاد پیشتون، نفسهای خیلی عمیق داره میکشه و سریع اینجوری نفس میکشه، خب این به نظر تو مهمترین علتش چیه؟ مهمترین که نشایع‌ترین علتش خیلی وقتا ممنوعهای پنیک هستش. یعنی بیماری که به هر علتی دچار حمله پنیک شده خیلی وقتا این حالت رو پیدا میکنه. ولی بیاید همتون بیاید چند لحظه اینجوری نفس بکشید، یه سه چهار تا اینجوری نفس بکشید. همتون یه چند تا اینجوری نفس بکشید. آیا احساس میکنید که گرز گرز کم کم داره شده میشه؟ یه بری که احساس نمیشه که کم داره میشه؟ چرا یه اتفاق میفته؟ آنفالات تنفسی ایجاد میشه. خب حالا چرا؟ چه اتفاق ممکن افتاده باشه که بدن خودش مخصوصا اینطوری نفس بکشه و آنفالات تنفسی ایجاد کنه؟ آفرین، مریض اسیدوز متابولیک داره، مثلا یه مسمومیت داشته باشه، مثلا کتوعت اسیدوز دیابتی داشته باشه، اون مریض ها باید اینطوری نفس بکشن. پس شما نشستی توی اورژانس، یه آدمی رو، یه بچه 16 ساله با ظاهر خیلی خوب بدون اینکه هیچ بیماری زنده قبلی داشته باشه میگه سر دلم درد میکنه، چند روز تعب و اضطراب دارم. دو سه تا دکتر هم رفته و چیزی همه بهش گفتن خب گاستریتیت رو بهش داره زده اسید و سرم و و نگاه میکنی میبینی تنفسش اینطوریه. فکر میکنی که شاید این مریض کتوعسیدوز دیابتی پیدا کرده باشه. دیابتی تیپ یک خیلی وقتا اصلا اولین پرزنتیشنش همینه دیگه. یعنی مریض خیلی وقتا دیابتی تیپ یک رو از روی یک DKA میفهمه. خب کردر به اپیگاس هم شکلت شایعه، تعب استحراب هم شکلت شایعه و اینجا مریض هم خب نمیدونسته دیابتیه. اینجا الگوی تنفس خیلی به شما کمک میکنه که بفهمید مشکلیه گاستروانتریت عادی نیستش. خب چیز دیگه ای که هستش در مورد پالپیشن رفسیسیمه، واقعا پالپیشن رفسیسیمه معلوم دارم که ارزشش خیلی کمتر شده. یعنی ما الان میگیم که ایمیجینگ یا چست ایکس‌ری یا چستی عملا جزی از معاینه بوده و خیلی کمتر از پالپیشن استفاده میکنیم، ولی بعضی وقتا بهتون کمک میکنه، به خصوص زمانهایی که شما مثلا یه چست پایه از مریض یه چست ایکس‌ری پایه گرفتی و اینکه حالا تو روزهای بعد نمیخوای هر روز بهش قشنگ بدید، اونجاها میتونی از پالپیشن استفاده بکنی. پالپیشن یه کمک‌های دیگه ای هم داره توی قفسه‌ریزیش. توی کووید یه چیزی که بودش اینه که ما مریضامون رو مجبور بودیم به دستگاه‌های تنفسی وصل کنیم. یه مرتبه می‌رفتیم یه بخش سی تا تختش همه‌شون به دستگاه تنفسی وصل بودن. بعد صبح رفتی بالا سرش می‌دیدی وضعیت تنفسیش اصلا خوب نمی‌شه. هرچی دست می‌زدی هرچی معاینه می‌کردی متوجه نمی‌شد. یعنی دست می‌زدیم به اینجا و یک صدای کریتیشن رو زیر دستمون متوجه می‌شدیم. این علامت خیلی خیلی
پیچ و تو بیمارستان مثل کرونا که بهتون گفتم باز اون مریض ها هم مهم هستش اگر پیچه داشته باشه یعنی مریض روموتوراکس کرد. خب در مورد اکسپنشن های قفسه سینه برای به مصرف سرمایه به نصفت های قفسی تر برسید خلاصه تر بهتون میگم. یه آدم وقتی نفس میکشه باید ریش به صورت قرینه باز بشه و اکسپند بشه. اگه به صورت قرینه باز نشه یعنی یه قسمت مشکل داره. اون قسمت چه مشکلی داره؟ میتونه فیبروز باشه، میتونه افیوژن ریه باشه، میتونه بیماری مثل اسکلرودرمی داشته باشه که چست اکسپنشن رو محدود کرده باشه. چست اکسپنشن رو توی بخش ما نشون شما خواهیم داد. فقط به صورت تئوری بخوام بگم دستامون رو به مخازات نیکل بیمار میگذاریم، یه ذره شستمون رو میاریم به سمت هم که به اون چین میفته وسطش و میگیم یه نفس عمیق بکش. وقتی نفس عمیق میکشه انگشتامون باید قرینه از هم دور بشه. اگر قرینه دور نشه یعنی چست اکسپنشن غیر طبیعیه. این نسبت خیلی نداره اگر که ما تعریف کردم خیلی متوجه نشید، چون چیزی که الان باید بالا سر مریض دیده بشه. من فقط خواستم تو اسلایداتون باشه. و قسمت بعدی رو در مورد فرنتوس هست، تکتیل فرنتوس و بوکال فرنتوس. واقعا تکتیل فرنتوس و بوکال فرنتوس رو ما کمتر ازش استفاده میکنیم، اما تو امتحاناتون خیلی بهش علاقه دارن و معمولا تو همه امتحانات در همه لبل ها از این فرنتوس ها سوال میدن. بخاطر همین هم من خواستم این تو اسلایداتون باشه. میدونید بچه ها اینایی که میخواد یه اتاق رو آکوستیک بکنن، کسایی که موسیقی کار میکنن میدونید چطوری آکوستیک میکنن؟ میان یه چیزایی میکنه، منم بلد نیستم، یه چیزای شبیه ابرونا میان میزنن تو در دیوارش دیگه، میخواد بسامد صدا رو بیاد بده. یعنی برای به جایی که صدا فقط به این سطح بخوره و برگرده، وقتی به این سطح بخوره به 4-5 تا سطح دیگه هم بخوره و برگرده و اینجوری میگن صدا اکو شدش. حالا اگر که توی ریه من یه ساختمان خالی داشته باشم، این فکر بکنید که یه ریه است، صدا وارد میشه و برمیگرده به سمت گوش من. خب من این صدا رو به صورت عادی میشنوم. حالا فکر بکنید ریه من دچار عفونت باشه، یعنی نمونی کرده باشم یا کانسالیدیشن رویم پیدا کرده باشه. در سطح ریه آلوئول ها همشون پر شدن، این صدای من به این سطح میخوره، از این سطح میخوره، به این میخوره، به این میخوره، به این به چندین سطح میخوره و وقتی به گوش من میرسه یه صدای خیلی خیلی قوی تری هستش، یا وقتی به زیر دست من میرسه یه صدای خیلی خیلی قوی تری هستش. صدای هوا، صدای هوا هستش، هوایی که داره رد میشه. این معنای فرنتوسه. هر پاتولوژی باشه که سطح ریه رو از بین ببره فرنتوس کم میشه، هر پاتولوژی باشه سطح ریه رو زیاد بکنه فرنتوس زیاد میشه. چی میتونه این سطح رو از بین ببره؟ وقتی یه مایع اینجا رو گرفته باشه، یعنی مثلا من پلورال افیوژن داشته باشم، هموتوراکس داشته باشم، اینجا هم فرنتوس کم میشه. و چه زمانهایی فرنتوس زیاد میشه؟ آلوئولا با یه چیزی پر شدن، مثلا پنومونی کرده باشن، کانسالیدیشن داشته باشن، اینها باعث میشن که فرنتوس بیمارمون زیاد میشه. در مورد فرنتوس میگم باز هم از خودم میدونم که خیلی استفاده نمیشه چون تو امکاناتون زیاد میادش میتو بهتون میگم. حالا گفتیم تکتیل فرنتوس یا فرنتوس لمسی. فرنتوس لمسی اینطوریه که شما دستتون رو میذارید روی قفسه سینه مریض و به مریض میگید بگو 99. وقتی میگه 99 این عدد رو به تکرار میکنه، احساس میکنید زیر دستتون صدای خیلی بلندتر، یعنی احساس میکنید که واقعا لرزش هوا زیر دستت ایجاد میشه. به این میگید تکتیل فرنتوس که میتونه زیادتر بشه. چیز دیگه ای که ما داریم در مورد ریه پرکاشن هستش. پرکاشن منظورتون چیه؟ چی میگیم به فارسی به پرکاشن؟ دغدغه کردن. دغدغه. پرکاشن